آتئیسم یا خدا ناباوری چیست و چرا گفته می شود در کشورهایی چون ایران و افغانستان در حال گسترش است؟ سلام جان شلنبرگ فیلسوف معاصر میگوید اگر خدایی وجود داشت خدا ناباوران را بیشتر دوست می داشت چرا که قوایی که به آنها داده را به کار تا در مورد او موشکافی کنند و پرسش در مورد او را تا حد انکار وجودش جدی می گیرند اما خدا ناباوری همیشه نتیجه به کارگیری قوایی نیست که خدا باوران معتقدند منشأ الهی دارد نتیجه شرایط زیست و عوامل سیاسی نیز هست. یک نظرسنجی جدید نشان داده که در ترکیه شمار کسانی که میگویند به وجود خدا باور ندارند در ده سال اخیر سه برابر شده است. در ایران و افغانستان امکان چنین نظرسنجی های دشوار است اما امکانات ارتباطی جدید باعث شده خدا ناباوران عقایدشان را سریحتر بیان کنند. ولی آیا خدا ناباوری در میان جوانان آسی بیشتر ناشی از گریز از دین به ویژه دین رسمی نیست و آیا آنچه که گسترش خدا ناباوری خوانده می شود بخشی از روندی نیست که به تنوع اشکال دینداری هم انجام میده این بحث را با مهمان های این هفته در میان می گذاریم عرفان کسرایی پژوهشگر فلسفه علم در دانشگاه کاسل آلمان و یاسر میردامادی پژوهشگر فلسفه و دین در ادینبرای بریتانیا خیلی خوش آمدید آقای کس کسرایی چرا شما فکر میکنید خدا ناباوری برای به خصوص جوانها در کشورهایی چون ترکیه در ایران در منطقه ای که این کشورها درش واقع هستند جذابیت داره قبل از اینکه مفهوم خدا ناباوری رو به سراحتا درباره اتفاقی که در ترکیه و آماری که شما هم در ابتدای برنامه ذکر کردید قطعی بدونیم طیف بزرگی از اقسام خدا ناباوری وجود داره به خصوص در ترکیه اینکه در ده سال گذشته میزان کسانی که خودشون رو آتیست میدونند سه برابر شده در واقعیت وقتی که بیشتر کنکاش کنیم و کنیم موضوع رو به نکته جدیدتری میرسیم اون هم اینه که این طیف از خدا ناباوری که در حال گسترش هست در واقع یک قرائتی است از آفریدگار باوری اصطلاحاً که در اسم اصلی دائیسم خونده میشه دائیسم که قرائتی است که نسل جدید به خصوص دانشجویان و محصلان در ترکیه طبقی نظرسنجی بسیار به بهش علاقمند شدند در این قرائت افراد به دلیل اینکه نقش خدا رو نمی بینند در کاهش رنج های بشر در اینکه مذهب نمی تونه پاسخی به این پرسش داشته باشه که چرا خداوند از اعمال شریرانه جلوگیری نمیکنه در جهان به خدایی باور دارند که این خدا جهان را آفریده و به حال خودش واگذار کرده و دخالتی در امور جهان در سرنوشت انسان نمیکنه. بنابراین بسیاری از کسانی که خودشون رو بی خدا میخوانند در واقع اگر دقیق تر بگیم به یا آفریدگار به خصوص در عالیست. ترکیه معتقد به دایسم دا هستن یعنی خدایی که دخالت چندانی در امورات بشر نمیکنه و این فرق داره اساسا با برده. اون قرائت اصلی آیا اون چه که باعث میشه دایسم یا آفریدگار باوری به گفته شما گسترش پیدا کنه با عواملی که باعث میشه خدا ناباوری تا و سرش پیدا کنه یکی هستن به نوعی بله ولی خدا ناباوری یکی از جنبه هاش خدا ناباوری به معنی فلسفی است خدا ناباوری که از قرون گذشته تا به امروز استدلال هایی که فیلسوفان تر کردند اما یک سنخ از خدا ناباوری خدا ناباوری نو هست که خدا ناباوری نو به خصوص بعد از حملات 11 سپتامبر توسط به خصوص توسط چهار نفر از متفکرین اصر حاضر ما ریچارد داکینز، سم هریس، کرسوفر هیچنز مطرح شده و دانیل دنت که اینا فیلسوفان و متفکران انگلیسی زبان هستند بله بله این قرائت از آتئیسم آتئیسم نو هست اما مبتنی بر پیشرفت های علمی داده های علمی تحلیل داده های علمی که شاید به نوعی اسمش رو گذاشت بشه گذاشت آتیسم علمی که صرفا مبتنی بر دیدگاه های فلسفی نیستن اما اون قرائتی که در ترکیه طبق این نظرسنجی در حال گسترش هست قرائتی است که به گواه جامعه شناسان که در ترکیه هم بسیاری از محافل مذهبی حتی درگیرش هستند و نظر دارن نسبت به اینکه این اقبال رو به گسترش از کجا میاد مبناش بر اینه که خدایی که در جهان دیگه دخالتی نمیکنه و یا نمیتونه از جنگ ها و اعمال شریرانه جلوگیری کنه به اون دیگه باور ندارن به خدایی باور دارن که جهان رو به حال خودش واگذار کرده بله تعبیر شما چیه از رهندایی که در منطقه که ایران، افغانستان، ترکیه درش هستن در این ارتباط قابل مشاهده است چون فقط یک نظر سنجی در ترکیه نیست دیگه همونجوری که من گفتم توی های اجتماعی در میان جوانان افغانستان، ایران، میبینیم مثلا فیسبوکی هست مال ها و اگونستیک های ایرانی که شاید نزدیک به اگر اشتوان نکنم دویس هزار تا یا سی هزار تا پیرو داره اینها ها برحال نشون میده که جنب جوش فکری هست در این زمینه شما فکر میکنید پشت چه عواملی هست خدا ناباوری البته شواهد نشون میده که رو به گسترشه یا دست کم بروز و نمود رسانهی بیشتری پیدا کرده اما در کنار اون پدیده دیگری هم در حال رشد اینکه حالا کدومی که پیکان رشدش بیشتری اینو ما نمیدونیم اینا, اینا نیاز به کار آماریه و گرفتن این آمار دست کم در ایران و افغانستان ساده نیست اما اصل وجودش این پدیده ای رو میشه نشون داد و اون پدیده است که اسمش رو میشه گذاشت فردگرایی دینی که شاید نشه اون رو نوعی خدا ناباوری یا حتی تعبیری که جناب ارفان به کار بودن آفریدگار باوری دیزم یا دایزم دا به کار برد یا تفسیر کرد بلکه بهتر اون رو مدلی از فردگرایی دینی به کار برد مثلا یک نمونه پژوهشی که در این مورد صورت گرفته پژوهشی است که فرهاد خسروخاور و امیر نیکپی بیش از یک دهه قبل در سه شهر انجام دادن در قزوین، تهران و قوم که مورد قومش از همه جذاب و کاری کردن اینه که پنجاه جوان رو از تیپ های مختلف در این سه شهر باشون گفتگوی مفصل کردن و حاصل کار رو در دست کم یک مقاله نشون دادن پجوهش نیکپی و خاور نشون میده که خدا ناباوری خالص که حتی آفریدگار باوری هم دیگه قبول نداره چون اونم نوعی خداست ده. بسیار نادره هنوز در ایران بر اساس این نمونه البته اگر این نمونه نمونه گویایی باشه آنچه که بیشتر در این نمونه وجود داره این است که نوعی فردگرایی دینه یعنی فرد دست به گزینشگری میزنه در دینداری خودش مثلا ممکنه نماز نخونه ولی روزه بگیره ممکنه روزه بگیره حضور شما عرض کنم که ولی احیانا پوششی که از نظر فقیهان واجبه در, در مورد اسلام دارم صحبت میکنم انجام میده ممکنه نه روزه بگیره نماز بخونه ولی اربعین بره ممکنه اربعین هم نره ممکنه اعتکاف بره ممکنه حرم امام رضا بره ممکنه گاهی ناز بده با خدا راز نیاز شخصی داشته باشه ممکنه یه نیاز شخصی تعریف کنه این این مدل های ترکیبی که البته پدیده مدرنی نیست در صدای میانه اسلامی هم به ویژه میان عارفان ما این گزینشگری رو داشتیم که در واقع طرف دین خودش رو داره انگاری ولی اینا گویا رو به گسترشه و چه چیزی موجب شده این پدیده گسترش پیدا کنه اوامل مختلفی داره یکیش گسترش آموزش دینیه پس از انقلاب یعنی هدف حاکمیت در ایران بوده این بوده که از گسترش آموزش دینی از سربازخونه گرفته تا مدارس تا حضور شما عرض کنم که دانشگاه ها همه جا در واقع یک سطح سواد دینی رو بالا ببره که به گسترش ایدئولوژی خودش کمک کنه اما از غذا دیده. سرکنگبین سفرا فزود اما با بالا رفتن سطح آموزش دینی حالا افراد احساس میکنن لازم نیست که حتما مرجع تقلید داشته باشن که بهشون بگه چه بکنن چه نکنن در حوزه دینی همچنان خودشون رو دیندار میدونن اما با اون متر و معیار دینداری جمعی انقلابی فقاهتی تمام ایار نه با اون متر و ممکنه که این نوع دینداری نه. خیلی هم دینداری به نظر نیست آقای کسرایی همین فشار و اجباری که ازش صحبت شد به اضافه یه آموزشی که اجبار اوریان نیست ولی به حال پشتش انگیزه های زمینی هست گرفتن نمره فارغ رو تحصیل شدن اینها باعث نمیشه که اونچه که ما خدا ناباوری بنامیم نه جستجوی عقیدتی یا محصول یک جستجوی عقیدتی است بلکه صرفا یک واکنش به که شرایط کشورهایی چون ایران و ترکیه باشه جالب وقتی راجع به ترکیه صحبت میکنیم و ده سال اخیر رو مثال میزنیم ده سالی که دولت و حکومتی در رأس بوده که تمایلات اسلامگرایانه داره دیگه بی تردید محرکه روانی داشته و نمیشه نقش اثر روانی شرایط اجتماعی مثل مثلا فشار حد حکومت استفاده حد اکثری حکومت ها از دین در ایجاد این موتور محرکه رو نادیده گرفت قطعا چنین چیزی وجود داره اما تنها عاملش چنین چیزی نیست در پیشرفت علم و فلسفه هم موتور محرکه روانی وجود داره شما ببینید در تاریخ علم بسیاری از دانشمندان موتور محرکه روانی داشتن که یک پژوهش علمی رو به ادامه بدن یکی از فاکتورها قطعا میتونه این باشه اما تمام داستان این نیست اتفاقا آشنایی با دین با جزئیات دین با آموزش های حکومتی از غذا کمک به فهم بهتر جزئیاتی میکنه که این جزئیات ناسازگارند با علم جدید شما وقتی که تکست های دینی رو میخونید متوجه ناسازگاری اونها با اقلانیت میشید متوجه میشید که باورهای دینی نظرات غلطی درباره پیدایش جهان دارند درباره نحوه عملکرد جهان دارند داستان ها و قصه های از آفرینش انسان تعریف می کنند که با علم مدرن جور در نمیاد از پیدایش کیهان اطلاعاتی به انسان میدن که این اطلاعات شبیه شعر هست و با علم مدرن جور در نمیاد این هم در ادامه از غذا کمک میکنه به گسترش خدا و فاصله گرفتن از باور دینی بر حال یک موتور محرکه ای که جنبه روانی داشته باشه غیر قابل انکار اما در ادامه میتونه فرد با مطالعه بیشتر هم از متون دینی و هم آشنایی با علم مدرن به این نتیجه برسه که یک جای کار در این قصه ها میلنگه و نکته بعد اینی که بسیاری از این باورهای دینی به صورت لوکال و جغرافیایی هستند یعنی شما وقتی صحبت از خدا ناباوری میکنید صبح از خدا باوری میکنید کدوم خدا در دایره المعارف خدایان بیش از حدود 2500 خدا آمده و این خدایان بستگی داره که اون قرائتی که در ذهن ما هست از خدایان ادیان ابراهیمی یا خدایان سریلانکایی جزایر پولینزی خدایان هندو مصر و یونان باستان کدوم یکی از این خداها مد نظرمونه اینم باید مشخص کنیم در ابتدای بحث که وقتی یعنی میخواید بگید همونطور که خداها متعدد بودن و خداباوری باوری متنوع بوده خدا ناباوری هم انواعی داره بسته به اینکه به چه نوع خدایی واکنش نشون به عبارتی هر خداباوری خدانا خدا, خدا هم هست نسبت به خدایان دیگر خدا ناباوره هر مسلمانی نسبت به خدایان هندو و خدایانی که در تاریخ اومدن و رفتن و منسوخ شدند یک خدا محسوب میشه بنابراین خدا باوری مستلزم اینه که ما یه مقداری بیشتر واکاوی بی کنیم بگیم مقصودمون دقیقا کدوم قرائت از خداست است بله. در تقسیم بندی هایی که میشه در مبحث خدا ناباوری، از جمله من نگاه کردم مثلا دانشنامه استنفورد که خیلی مشهوره و بعضی از هاش به شکل کتاب ترجمه شده به زبان فارسی یه تقسیم بندی میشه تحت عنوان خدا ناباوری سریح و زمینی و خدا ناباوری زمینی اون نوع خدا ناباوری توصیف میشه که شخص ممکنه به شکل سریح بیانش نکنه یعنی نگه من خدا ناباور هستم ولی در زندگیش سبک زندگیش تصمیمهاش رفتارهاش چیزی به اسم خدا باوری دیده نمیشه نه معنی بی اخلاقی بلکه به این معنا که این شخص وقتی مطالعهش کنی ببینی که عملا زندگیش بر اساس خدا ناباوری شکل میگیره این احتمالا باید رایج باشه نه منتها به دلیل شرایط خاص بیان سریح پیدا نمیکنه درست میگن؟ نه فقط در جهان جدید بلکه حتی در صداهای میانه حالا بحث ما چون اسلام, اسلام صدای میانه اسلامی هم وقتی تاریخ ها رو ورق میزنه اینگونه می نبوده که عامه مردم که سبک زیست دینی داشته باشن لزومن و این اساس خیلی انها سبک زیست به تعبیر امروزی سکولار هم وجود داشته ولی اگه از فرد میپرسیدی که آیا شما خودتون رو خدا ناباور میدانید احتمالا چنین نمیگفته و اگر زندگیش رو هم احیانا مورد مطالعه وسیع قرار میدادی ممکن بود رگه یا مویرک از نوعی اتصال با سبک زیست دینی در جاهایی وجود داشته باشه به اساس بله درسته رابطه خدا و خدا ناباوری وقتی سبک زیست رو وسط بریم خیلی پیچیده خیلی پیچی و خدا خالص و تمام ایار و از اون طرف خدا ناباوری خالص و تمام ایار در واقع بیشتر یک به اصطلاح آیدیا بله یک آهده. مثال افلاطونی بیشتر تا ولی بذارید سوالمو جوری دیگه طرح کنم آیا خیلی از اونهایی که میگن ما تجربه دینی داریم خودشون این اسم رو روش نمیگذارن یعنی در یک زمانهایی در یک شرایط خاصی احساس اسرارآمیز بودن هستی بهشون دست میده یعنی واقعیت هم اینه که اینکه ما اینجا هستیم در این مکان در این لحظه پدیده مرموزیه دیگه یک خدا هم میتونه اینو بپذیره برای اینکه خیلی سخت توضیحش خب این میتونه برای یک فردی تجربه دینی اسم بگیره ولی همون فردی که تجربه دینی اسم میذاره رو این ممکنه خدا ناباور زمینی باشه چین چیزی ممکن نیست؟ تجربه دینی دو تا نظریه در مورد تجربه دینی است یکی اینه که تجربه دینی تفسیر ما اون رو دینی میکنه این یه نوع تفسیره که در واقع تفسیری است که با تجربه دینی به عنوان یک منبع معتبر شناخت امر الوهی بر سر مه نیست تفسیر دیگه اینه که ما دارای به تعبیر مولوی حس نهان هستیم و چه بود گفتی از حس نهان و درسته که از اون تعبیر دینی میکنیم و اون تعبیر دینیمون فرهنگیه ولی میشه دفاع کرد از اینه که گویی حس نهانی یا تجربه دینی هست به عنوان یه منبع شناختاری نسبت به راز جهان اگر از من بپرسید من به رأی دوم مایلم با وجود تجربه این... دینی از نظر شما فقط یک اونچه که در زبان انگلیسی گفته میشه state of مایند یک حالت ذهنی نیست کانستراکتیویستی یا صرفا یک برساخته اجتماعی و سیاسی که مثلا من در خانواده مذهبی به دنیا آمدم مثلا شب کالباس خوردم سنگین شدم صبح مثلا یه حالی بهم دست داده چون تو خانواده مذهبی هم میگم مثلا خدا رو دیدم اگه تو خانواده سکولار بودم میگفتم که مثلا باید برم ناشتا چیزی نخورم حالا خوب بشه نه لزوما گونا البته توهم حتما وجود داره ولی گونه های اصیل از تجربه دینی در سنن دینی مختلف وجود داره که به نظرم نمیشه اون رو به این تعبیر برساخ انگار یا کانسترکتیویستی معنی شما یه می میدونم با این نظر ناسازگاری نشون خواهید داد علیه بذارم خودتون صحبت کنید چرا من با همین تعبیر تجربه اصیل دینی موافق نیستم قطعا چون که علم امروز علم مدرن شناخت مغز تا حد زیادی به ما نشون داده که منشأ توهمات دینی و منشأ درگیری انسان با مفهوم خدا مذهب بهشت و جهنم در کجای مغز اتفاق میفته اختلالات شدید سامانه لیمبیک در مغز انسان در نیمکره راست مغز انسان حس پرستش و زانو زدن در برابر یک قدرت فراتبیعی یک خداوندی که احاطه داره بر جهان حتی سندروم های اینها هم شناخته شده حتی پیامبرانی که مثل گشفیند سندروم یعنی سندرومی که افراد احساس می کنند که یک معمولیت الهی دارند اینها به لحاظ مدل مغزی تا حد بسیار بسیار مشخصی شناخته شده هست برای علم امروز کار کرده لب گیجگاهی تا حد زیادی توضیح میده که این تجربیات اصطلاحا اصیل معنوی که شما میگید منشأش کجاست از کجا در این در واقع اینجوری که شما میگید اختلاله یک اختلال باور به بهشت فنی... و جهنم انبار حافظه ای که مربوط به این تجربیات دینی است تا حد زیادی برای کسانی که پژوهشگر مغز هستند قابل ولی آقای اگر یک کسی بیاد بگه که من خدا باور هستم اما فهم واقعیت به شکلی که خدا ناباوران به من میگن کفایت نمیکنه ببینید اسرارآمیز بودن جهان از غذا در علم مدرن باشکوهتره چون علم مدرن پاسخهایی که به رازهای جهان هستی میده بسیار عمیق تره زرافت بیشتری هم داره و در این حال بله دلیل این که یک طیف بزرگی وجود داره از خدا ناباوری یعنی طیفی که از ندانمگرایی شروع میشه تا با خدا ناباوری حد اکثری خود ریچارد داکینز عدد یک تا هفت رو تعریف میکنه و خودش رو در جایگاهی شش متمایل به خدا هفت. باور و خدا ناباور هست حتی ریچارد داکینز, داکینز هم خودش رو هفت یعنی خدا ناباور مطلق نمیدونه شش متمایل به هفت میدونه یعنی هنوز جایی برای ندانمگرایی گرایی برای به عنوان اگنوستیک باقی میگذاره بنابراین این سرشت استدلالی انسانه که خیلی قطعی نمیشه نظر داد اما بحث بر سر ابتدای برنامه است کدومی که از این خدایان ما نسبت به یک سری از خدایان خدا باوریم. خدایان ادیان ابراهیمی که اینها قصه های از آفرینش از سفر پیدایش تعریف کردن برای ما که اینها با اقلانیت ما سازگار نیست علم مدرن اینها رو کنار میزنه یا نه مثل بسیاری از دانشمندان مثل حتی فیلسوفانی مثل نیچه و مارکس اینها اساسا مثل خدا ناباوری نو مثل آتیسم نو اینها به شکل دین ستیز در واقع وارد نشدن اینها تمدن انسانی اصر ما رو در یک مرحله پست ایستیک استیج میدونن یعنی مرحله پسا خدا باوری که منسوخ شده دین یه پدیده فرهنگی بوده مربوط به گذشته تمدن بشری و امروز دیگه کارکردی نداره و کنار گذاشته میشه آقای میردامادی میخوام ببینم ازتون راجع اون بخش اول صحبت های کسرایی چیه در این که تجربه دینی رو علل اصطلاحاً معده شو علل نزدیکش رو میشه به صورت فیزیکالیستی یا نچرالیستی طبیعی باورانه تبیین کرد من موافقم یعنی اینکه کما اینکه اندرو نیوبرگ یکی از پیشگاوان علوم شناختی دین مجموعی از کشیش ها رو آورده و موقعی که عبادت میکنن در نظر که اونا اسکن مغزی کرده کجای مغزشون تحریک میشه اینو کاملا درسته اما توجه کنید که چه چه به نظر من جهش به نظر من انظر فلسفی ناموجه اینجا صورت میگیره که از اینکه تبیین مستقیم طبیعی باورانه از آنچه در مغز رخ میده انجام میشه این نتیجه گرفته میشه که اینا توهمه درست شبیه این رو نسبت به ادراک حسی هم میشه گفت درست میشه کسانی که داره ادراک حسی هم فرض کنید یک کودک رو بیارید و عکس طبیعت رو بهش و مغز رو اسکن کنید و بعد از اون بر اساس انفعالاتی که در مغز رخ میده بگید خب پس ادراک حسی نیست و توهم است و این اساس با صرف به دست آوردن علل نزدیک یک ادراک نمیتونیم بگیم هم... توهمه نمیتونیم بگیم مگر اینکه یک متافیزیک فیزیکالیستی که جناب عرفان برگرفتن به اون اضافه کنیم که اون متافیزیک درست مثل متافیزیک دینی به این اساس نمیشه این رو علم به معنی خالص گرفت بلکه داده های علمی به اضافه یه متافیزیک طبیعی باورانه نتیجه شده است که توهم است اما اگه اون متافیزیک رو باور نداشته باشیم به لحاظ فلسفی با پذیرش تمام اون داده های علوم شناختی و عصب شناختی باز به با اون نتیجه که توهم باشه نمیرسیم یک مطالعه در همین مارس 2019 منتشر شد در نیچر با کردن دانشگاه آکسفورد نه از دیدگاه در واقع شناخت مغز بلکه از دیدگاه تاریخی بررسی کردند شکلگیری و ظهور خدای مجازاتگر رو در تمدن های مختلف اینها آمدند 10000 سال تاریخ انسان رو بررسی کردند 515 جامعه انسانی رو بررسی کردند ۳۰ مذهب با 51 متغیر مورد بررسی قرار گرفت در این بررسی نشون داده شد که به موازات پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی نقش یک خداوندی گویا هماهنگ با اون خداوندی که ناظره و تضمین قوانین اجتماعی در فرهنگ‌های مختلف پررنگ میشه یعنی از دید تاریخی هم خدایی که اقوام و قبایل مختلف در طول ده هزار سال تمدن انسانی ساختند ابداع کردند من تاکید میکنم با این کلمه ای ابداع چون فرم های مختلفی از خدا ابداع شده اینها به نوعی به دنبال خدایی بودند که زامن قوانین اجتماعی باشه و در طول تاریخ میشه رد پای چنین خدایی رو خدای مجازاتگری رو حتی با روایت خدای ادیان ابراهیمی پیدا کرد که به چه شکل در طول این ده هزار سال همگام با پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی چنین خدایی ظاهر میشه این به ما نشون میده که نه تنها جنبه تکاملی زیستی و بر اساس شناخت مغز میشه جایگاه خدا رو جایگاه باور دینی رو پیدا کرد بلکه به لحاظ فرهنگی هم میشه تبیینش کرد میشه نشون داد نظر تاریخی یک رویکرد فرهنگی هم میشه بهش داد که چنین خداوندی نیاز بهش حس شده گویا در طول تاریخ تمدن که بتونه زامن قوانین اجتماعی باشه خدا ناباوران جدید که شما آتیس نو شمردیدشون نام نهادیدشون مثل ریشارد داکینز بر همین اساس میگن که آینده از آن خدا ناباوری یعنی تمدن بشری داره به سمت خدا ناباوری میره با تبختر نسبت به خدا باوران صحبت میکنن گویی خدا باوران متعلق به یک مرحله پیشین در اجتماعات بشری هستند این تبختر خیلی مخربه دیگه در تعامل بین خدا باور و خدا باور. من از این جنبه بهش نگاه نمی کنم از این دید نگاه می کنم که این تبختر خواستگاهش کجاست خواستگاهش اینه که باورهای دینی باور به قصه های کودکانه که از غذا این باورها خطرناکند کاملا موجهه به این دلیل که فرض کنید که تکست دینی به ما میگه که جهان 6000 سال پیش ایجاد شده خب این باور قطعا غلطه دیدگاه های غلط دینی رو میشه با دیدگاه از بالا به پایین بهش نگاه کرد و گفت بهش که این باور غلطه درباره پیدایش انسان ولی وقتی این چه نتیجه ای می میده از دیدگاه از بالا به پایین نگاه کردن حرف زدن با خدا باوران چون این نقدی که من گفتم نقد خیلی از خود خدا ناباوران مثلا جان گری فیلسوف معاصری که میگه که اینطور با خدا باوران صحبت نکنید که گویی مثلا به یه مرحله پیشین از تکامل انسانی تعلق دارند. جان گری انواع اقسام خدا ها رو به عبارتی مطرح میکنه که و در نهایت مخالف این روی کرده نو یا دین ستیزی به نوعی هست و معتقده که خدا ناباوری سکوت و با های مختلفی ازش وجود داره در واقع خدا میتونن خدا ناباوری سکوت رو پیشه کنن اما این یک قرائته خیلی ها میتونن باش موافق باشن یا مخالف ولی من معتقدم که باور دینی منشأ بسیاری از اعمال شریرانه در جهان ما بوده بسیاری از جنگ ها ماهیت دینی داشتند و بنابراین دین ستیزی و خداستیزی بخشی از یک فرایند بزرگ فرهنگی برای صلح پایدار در جهان در واقع وارد همون بحث متافیزیکال شدیم یعنی سخن من این بود که صرف داده های اسکن مغزی یا داده های علوم شناختی عصب شناختی ما رو به توهم بودن تجربه دینی نمیشه پای متافیزیک هم در و جناب عرفان به درستی وارد به نوعی بحث متافیزیکی شدن اشاره کردم به نقادی تاریخی است خلاصه فرمایش این بود که در دین دگرگشت تاریخی رخ داده است پس نامعتبر است در علم هم دگرگشت تاریخی رخ داده یعنی فهم دانشمندان یونان باستان با فهم امروز ما از تقریبا هیچ چیز مشترک نیست اما این به این معنی نیست که علم نامعتبره بلکه نشون میده که فهم ما از پدیده حالا اگه به دین برگردیم و یا در مورد علم که به طبیعته فهم ما از طبیعت در علم رو به و فهم ما از امر الوهی که اصولا متعالی و ترافرازنده است یعنی به چنبره فهم ما در نمیاد طبیعیه که فهم ما از خداوند یا امر الوهی تغییر کنه این لزوما نه تنها به من معنی نامعتبر بودن دین نیست و بلکه اگر فهم ما تغییر کنه نشان دنده پویایی دینه و این اساس حتی با این متافیزیک که به نقادی تاریخی توسل میجوی نمیشه به نظر من دین رو رد کرد اما اشاره کرده به جان گری هر دوی شما عزیزان جان گری اتفاقا تو اون هفت نو خدا ببری کتابش به خوبی نشون میده که نه تنها به خلاف آنچه که جناب ارفان فرمودن دین قصه های کودکانه نیست بلکه به نظر جان گری اصیل ترین نوع خدا باوری با اصیل ترین نوع میخوام اصیل ترین نوع خدا ناباوری با اصیل نوع دینداری عرفانی آنچنان با هم نزدیکه که گویی دو روی سکه است که در واقع نوعی الهیات سلبی عرفانی است که خداوند چنان ترافرازنده است چنان متعالیه که در باب او نمیشه سخن گفت و نهایتا عارف به سکوت میرسه چنین چیزی با تمام اون اسطوره هایی که در متون دینی آمده سر سازگاری نداره و ممکن اصورا رو بنی نمادین بگیره و در این حال با علوم جدید هم سازگاره در این حال حق راز جهان رو ادا میکنه به خلاف آنچه که جناب عرفان گفتن اصولا در جهان در نگاه علمی یا بهتر بگم در نگاه علم زده حق راز بیان نمیشه ادا نمیشه از همین ریشارد داوکینز پرسیدن که خب بس معنای کیهانی که دین میداد که خب دیگه در دسترس نیست چه بکنی؟ چرا, چرا, چرا،, نمیشه آیه همینو خواستم هم توضیح بدم شما اگه میخوای ببینی چرا اینقدر هستی رازا میزه برو همین موزه علم در لندن شواهدش اونجا خواهید دید که چرا اینقدر هستی اسرارآمیزه یعنی لازم نیست اسرارآمیز بودن شما رو برسونه به سمت خدا باوری نه ویتکنشتان که حالا مثلا چون آقا عرفان هم از سنت اتریشی آلمانی میاد ویتکنشتاین جمله خیلی جالبی داره و توجه کنیم ویتکشن جزء کسانی بود جز همین بونقیت های پیچیده گفت من دینی نیستم ولی نمیتوانم جهان رو از منظر دینی نگاه نکنم به این اساس به بحث ما ربط داره ویتکشان جمله بسیار درخشانی داره میدونیم که عمیقا تحت تاثیر داستوبسکی عمیقا تحت تاثیر کرکگوری میگه این که جهان چگونه است رازآمیز نیست البته اونم رازآمیزه ولی عمیقا رازآمیز این که جهانی هست رازآمیزه به خاطر این میگم حق رازآمیزی جهان در نگاه علم زده ادا نمیشه برای اینکه برای اینکه معنایابی خرد در نگاه غیر دینی ممکنه به حال اگر سخفی بالا سرم باشه و یارم در بر باشه گویه یه معنای خورد دارم ولی معنای کیهانی جز معنای کلان رو کلان رو فکر جز خوب... معنای دینی و شبه دینی نمیشه به دست آورد این, این،, هم جالبه این هم نوعی از تبختره یعنی تبختر فقط نزد خدا ناباوران نیست اینکه یک خدا باور بگه منم که میتونم معنای کلان رو بیابم با حرفای خود همون جانگری که شما هم خوشحالم بهش اشاره کردید ناسازگاره جانگری میگه که هم خدا باوران و هم خدا ناباوران باید بیاموزن که حکمت پراکنده است وقتی شما اسم دیدگاه آقای کسرایی رو میذارید علم زدگی و نه علمی خود همین نشون میده که خیلی چندان اعتقاد نداری که این بر هم یک حکمتی هست نه در صورتی که از علم بشه استفاده کرد ولی متافیزیکی که به علم چسبیده و گویا اون متافیزیک رو هم به صورت به تعبیر قاچاقی میخوان به صورت علم ارزه کنن اگه این رو بشه من حق دارم نقد کنم حق دارم اسم رو علم زده بذارم توجه میکنید و نکته بعد اینه که به ویژه در اون خدا ناباوری سکوتی که جان گری میگه که به نظرم به الهیات الهیات سلبی نزدیکه فرد خدا باور حق ندارد بگوید که حقیقت در چنبره منه ولی میتواند بگوید که به تعبیری من در پی آواز حقیقت روانم این رو میتونه بگه به این اساس این داگماتیزم نیست خدا ناباورم میتونه خدا, خدا ناباور در صورتی که با در واقع قاچاقی یه متافیزیک رو به علم چسبوندن معتقد باشه که سوگن میخورم که خدا نیست در زمین غیر از شما و رنج شما نیست در زمین و به ویژه اگه این رو با قطعیت بگه و به ویژه مثل ریچارد داکینز بگه که ما چرا دانشکده الهیات داریم تو آکسفورد برای چی بچه ها آموزش دینی میدین این هیچ نسبتی با تواضع علمی نداره ببینید اگر که این مجموعی از دین رو باور به خدا رو با لایف استا. یعنی نحوه زیست بشر یکی بدونیم که بحث پیچیده میشه در ابتدای بحث هم صحبت شد بحث بسیار طولانی تر از این خواهد شد اما این قصه ها و این داستان ها اگر به عنوان یک میراث فرهنگی بهش نگاه کنیم به عنوان شعر به عنوان یک مجموعی که از تاریخ گذشتگان به ما رسیده به عنوان حالا یک میراث ارزشمند این میراث یک میراث خطرناکه به این دلیل که بسیاری از این قصه ها صرفا بیان های نمادین و سیمبولیک نیستند بسیاری از این قصه ها به قیمت جان انسان ها تموم میشن و نشان به این نشان که واقعا این اتفاق افتاده کسی به دلیل اینکه در ایران تردید کرده در اینکه یونس از دهان از شکم نهنگ خارج شده به مرگ محکوم شده و اعدام شده این است که دین باوران در, در ایران بله محسن امیر به اتهام اینکه رد کرده یا ایجاد تردید کرده در اینکه یونس از یونس که در واقع از دید ما خدا ناباوران حتی وجودش هم مشخص نیست که این اشخاص واقعا وجود داشته باشند شما تصور کنید که یک قصه یک داستانی رو به اتهام رد شخصیت اون داستان کسی به مرگ محکوم کنه این عدم توازن بین روی کرده ماست دینداران با خشونت هر چه تمامتر هر کسی که تردید میکنه جان گری یکی از نقدهایی که من بهش وارد میکنم اینه که به خصوص اسلام رو نشناخته حکم ارتداد را نشناخته حتی نمیدونه وقتی از اینکه بین دین و خدا ناباوری تضادی نیست صحبت میکنه و فکر میکنه یه گرهی رو گشوده و بین دین و خدا ناباوری تضادی نیست اشتباهش آنجاست که نمیدونه که در اسلام برای خدا ناباوری مجازات مرگ هست یعنی شما اجازه ندارید خدا ناباور باشید و کفر به سادگی نیست که شما باور خودتون رو داشته باشید بله افرادی رو مثال میزنه شما ممکنه باش موافق باشید که اینا روی کرد عرفانی دارد اسپینوزا رو جوردن رو مثال بزنید شما ان همدانی رو مثال بزنید این کاملا ممکن افرادی بودن که بین اینها تناقض ندیدن اما فرجام اونها رو هم نگاه کنید آیا کسی که وجود خدا رو انکار کنه به راحتی دیندار میپذیره وجودش رو میتونه همینطوری با هم صحبت کنه یا نه براش مجازاتی تعیین میکنه که در اسلام غیر قابل بازگشت چنین مجازاتی در, در این که به اسم دین خشونت ناموجه روا داشته شده هیچ تردید نیست تاریخ دین پر از اینه اما در این که در واقع به اسم خدا ناباوری هم خشونت فراوان روا داشته شده تردیدی نیست شما برید مدخل تعقیب و آزار مسیحیان در حکومت استالینیستی رو ببینید اصلا شگفت انگیزه همینم پاسخ ها خراب کردن کلیسار که چقدر, کلیسا چقدر تعقیب و آزار کاملا درسته و اساس هر پدیده ای که در واقع جنبه آرمانی داره تبدیل میشه به جا... جهاز و دم و, و سامانه باور جا خوشونت هم ایجاد میشه استدلال شما برای اینکه بتونید دین رو نامعتبر کنید باید بیش از اون باشه جناب الفان بعد نشون میدید که این از ذات دین برمیخیزه منشأ بسیاری از جنگ ها نه همه جنگ ها نه ریشه همه شر ها خداباوری بوده بند. خدا بوده اما یه نکته من فقط در ادامه اون بحث جناب یاسر بگم که صحبت از این بود که بسیاری از خدا کسانی که مثل دوره از میلیتن اتیست ها یعنی آتیست های مبارزی که خب ایدولوژی مارکسیستی داشتن اینها دست به جنایت زدن بله شما میتونید در طول تاریخ بسیار پیدا کنید که هیتلر و استالین اینها انسان های خدا ناباوری بودند و خدا باور هم نبودند اما چند تا نکته اون چیزی که از خدا ناباوری مد نظر ماست خدا ناباوری در واقع اینطور نیست که ما جایگزین دین و خدا باوری رو با یک ایدولوژی دیگه مثل مارکسیسم یا کمونیسم پر کنیم ما میخوایم با خرد و اقلانیت با داده های علمی پر کنیم نه با یک ایدولوژی دیگه ولو اینکه بسیاری از آتیست ها مطلوب ما نیستن چرا چون اینها در دیدگاه کلیشون خدا رو رد میکنند اما چه چیزی جایگزینش میکنند این مهمه بسیاری از باورهای خرافات جدید معنویت نوظهور تعبیرهای گنگ و مبهمی مثل انرژی های مثبت انرژی کیهانی اینا بی ربطه بنابای. صحبت ما از اینه که ما داده های علمی و نتایج علم مدرن رو و خرد و اقلانیت رو جایگزین این باورهای خرافی بنابای. کنیم نه یک ایدولوژی دیگه مثل مارکسیسم من میتونم بگم که اگر دین هم نبود باز هم کم و بیش در سرشت بشر این خشونت بود از غذا پاره از آینده پجوه های فرضی که صورت گرفته یعنی در مورد فضاهای آینده ای که در گذشته در واقع کانتر فکتوال قضیه های شرطی خلاف واقعی که پژوهش صورت گرفته بعضیش سعی کردن عامل دین رو از بعضی برهای تاریخی پژوهشگران حذف کنن و به این نتیجه رسیدن که بازم کم و بیش خشونت شبیه بیافته. همین این نکته اول و نکته دوم در مورد اینکه خدا ناباوری ما ایدئولوژیک نیست خدا ناباوری نوین ریچارد داکن دست کم اون نسخه کاملا ایدئولوژیکه و ستیز جوست و وقتی حضور شما ارز کنم که اولش فیلسوف بسیار در میانشون کمه شاید فقط دنیل, دنیل دنت باشه و یک فیلسوف دیگه حتی برخی از به نظر من نمونه های عالی خدا ناباوری مثل گراهام آپی استاد دانشگاه استرالیا که خودش خدا درجه که با این خدا نوین نو... خط قرمز داره چون اینا رو ایدئولوژیک میدن اما گرفتم اینکه که از خدا ناباوری رو میشه در نظر گرفت که ایدئولوژیک نیست که چنین چیزی ممکنه گری آورده اون مدل عالی به نظر من عالی و حتی مدل دیگه مثل آپی که با اون خدا ناباوری میانه نداره همچنان ایدئولوژیکه اما خب خدا هم میتونه مدل غیر ایدئولوژیک داشته باشه و داره مدل عرفانی الهیات سلبی مثلا نمیخوام بگم الهیات ایجابی مدل های غیر ایدولوژیک نداره اما به طور ویژه تاکید من روی الهیات سلبی عرفانی اینا کاملا غیر ایدولوژیک چرا غیر برای بیننده ها میتونید چند اسلام ببرید که مثلا در در،, در, 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 در سنت مسیحی ماستر اکارد در سنت اسماعیلی شیعه اسماعیلی ابو یعقوب سجستانی در سنت صوفیانه اهل سنت ابن عربی در سنت شیعی خودمون به نوعی علامه طباطبایی رو شاید بشه نام برد یا ملا رو اینا همه الهیاتشون الهیات سلبی به چه معنا یعنی که ما در مورد خدا به نحو ایجابی نمیتونیم نمیتونیم بگیم خدا چه شکلی هست صرفا میتونیم بگیم خدا چه شکلی نیست این سلبی گرایی در واقع یه نوع توازن معرفتی به دنبال اینا، اینا. داره و راه رو برای پالایش فهم ما از این کاملا این نو سلبی گرایی همسایه ندانمگرایی نمیشه اگنوستیک نیستن اینا no واقعا دید. یعنی میبینن که نمیتونن صفتی رو به خدا اطلاق کنن مدل... ولی یک در واقع بار اومدن در یک محیط دینی مانع میشه که انکار هم کنن در نتیجه به در واقع الهیات سلبی میرسن مدل های رادیکال الهیات سلبی نوع ندانمنگاری دینیه اما مدلای میانه روانش مثل ابن عربی که میخواد میان سلب و ایجاب جمع کنه نه مثلا مدل ابن عربی رو بخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم ذات الهی رو فراتر از این میدونه که حتی وجود رو به اون نسبت بدیم یعنی بله. در واقع به یک شبه الهار نزد حتی نمیگی خدا وجود داره در ذات خود مقام لا این اسم و این سوال رو از این جهت تر کردم که در واقع بازم ممکنه ما رو به اون تقسیم بندی برسونه که ابتدای برنامه بهش اشاره شد که خدا ناباوری میتونه سریح باشه میتونه زمینی باشه میتونه درجه آمیختگی با خدا باوری داشته باشه و این الهیات سلبی شاید یه جایی در این طیف قرار بره، میگیره بره. دیگه بنابراین تصور این که اینها دو قطب کاملا متماید هستن که البته نمیگم مهمان ها چنین انتقادی دارن ولی این تصور خیلی رایجه دیگه و فکر میکنم این تصور باعث میشه یعنی اینکه این دوتا در دو سنگر متفاوت هستن باعث میشه که هر یک از دو گروه اعتقاد خودش رو یک فضیلت بدونه و این فضیلت رو تبدیل به که در واقع اخلاق متعالی تری بکنه یعنی فکر کنه که از نظر اخلاقی دارای فضیلت بیشتریه چون خدا ناباوره مطمئنم ریشارد دوکنز چنین فکر میکنه و خیلی از خدا باورن چنین فکر میکنه فکر میکنه از نظر اخلاقی برترن چون خدا باورن بله مدل های به طور خاص الهیات سلبی که من بهش تمایل دارم و به نظرم یه مدل بسیار اصیل و پرآتیه و مایدار خدا باوری است از غذا مدلی است که به نظر من محسنات گونه اصیل و متواضع از خدا ناباوری رو داره ولی معایبش نداره و محسنات گونه های اصیل خدا باوری رو داره ولی معایبش نداره و معایب دو طرف اینه که در واقع فضیلت فروتنی در دو, دو مدل نیست و اینه که ما حقیقت رو در چنبره خودمون نداریم در نهایت در پی آواز حقیقت روانیم این دست. این مدل به نظرم در الهیات سلبی عرفانی چیه چی ببینید اینکه حکمت پخش و گسترده شده است در واقع هر کسی بهره ای از حکمت داره و خیلی گسترده تر ظاهرش خیلی زیباست اما مسئله اینجاست که اظهار نظرهای دین درباره منشأ کیهان منشأ جهان سراحتا غلطه مثلا اینکه جهان بر روی شاخ گاو واقع شده یا خیلی از هر نظرهای دیگه در شش روز درست شده و این قصه ها اینها سراحتا غلطه یعنی اگر کسی از موزه علم مدرن یک خدا ناباور اینها رو رد کنه این نشانه در واقع تبخترش نیست نشانه دید از بالا پایین نیست این چیزی که شما باور غلط رو رد میکنه این چیزی که شما میگید به نظر من میاد تا حدی... حاصل از یکی دانستن خداباوری و دینه دین و خداباوری ضرورتا یکی نیستن ها دین خداباوری به اضافه یه سری نهاد ها به اضافه یک فرهنگ خاص ناشی از اون که تیه احسار وجود اومد به اضافه یه سری مفاهیم دیگه که میتونه مثلا در شکل حکومت اسلامی هم بله. ظاهر بشه دین شکل. با, با باورهای اسطوره دینی هم یکی نیست بله. بله. خدا باوری بله. با دین یکی نیست دین هم با پاره بله. این باورهای اسطوره دینی یکی نیست. بله. و حتی ادیان خدا, هم داریم. ادیان خدا ناباور هم داریم به حتی ادیان خدا و حتی بله مثلا فرم های از مسیحیت خب، فرهنگی وجود خب، داره خب من بگم که... اتیستای نو یا آتیستای های جو آیا تنها فرقشون با خدا ناباوران اثار پیشین این نیست که ستیزی جویی پیشه میکنن به دلیل اینکه که خصوص بعد از 11 سپتامبر فکر میکنن دین و خداباوری یکی هستن؟ ببینید این دوتا به نوعی از هم قابل تفکیک به این سادگی ها نیست جوابش پاسخش به همین سادگی ها آره یا خیر نیست به این دلیل که خواه ناخواه منشه اخلاق از خدا و مستر این اخلاق از همون خداباوری در میاد یعنی درسته که دین و خداباوری الزامن یکی نیستن اما به همین راحتی هم قابل تفکیک از هم نیستن این نمونه های تاریخی خب, خب به ظاهر بسیار زیبا میرسند به ظاهر بسیار جذاب میرسن که دین هم میتونه قرائتی سلجویانه داشته باشه اما من راجع به تخیلات و توهمات صحبت نمی واقعیت روی زمین اینه که یک نویسنده‌ای به خاطر یک داستان به خاطر یک داستان یه رمانی نوشته به مرگ محکوم میشه به خاطر یه رومان این واقعیت کشیشی هم میشه این این لزوما رو رد میکنه استالین نه. یک ایدولوژی مارکسیستی یک ایدولوژی کمونیستی داره که موضوع بحث ما نیست یعنی اساسا مگر من از ایدولوژی مارکسیستی کمونیستی دفاع کردم ما از آتیسم نو دفاع میکنیم از آتئیسم به عنوان یک مشرب فکری که یک ایدولوژی نیست شما یک ایدولوژی مثال میزنید مثلا آتئیسم مثل است... نو شما هم که دانشکده الهیات میخواد در آکسفورد تعطیل کنه آتئیسم نو آقای <تصفح> کس کسری یکی از چهره هاش دیگه سم کسی نبود که از جورج بوش دفاع کرد یا اگر شما نکنم هیچینز بود دیگری <تصفح> <هیچنز> بود. <تصفح> گفت که به نظر میاد جورج بوش با ما در یک سنگره برای مقابله با اسلام گرایی کاملا ممکنه روی که آتئیست ها روی کارت های مختلف سیاسی دارن مثلا اینکه هم میتونه تبدیل به آتئیست نو هم میتونه تبدیل به چنین ایدئولوژی یک بشه یک فردی که آتئیست نو میتونه راست گرا باشه میتونه چپ باشه در طیف های مختلف خدا باور هم میتونه همشن. لیبرال باشه خدا باور ولی ولی خدا باور این ذات رو ولی خدا ناباور نمیتونه حکم ارتداد و مرگ بده تفاوت در اینه این همه آشلا منتظری حکم شما... کرد. بعد شا... فقط تو اسلامه، مسیحیت چی، ش... یهودیت چی؟ شا... شاید چون حکومت ندارن، نگره حکومت برسن، حکومت ارتداد ممکن بدن و... شما ولی؟ بذارید من آه... اینجا که رسیدیم بپرسم، آه... میتونه آه... خاتمه جالبی باشه شما فکر میکنید خدا ناباوران، از خدا چیزی هست که بتونن بیاموزن؟ اه... چی میتونن بیاموزن؟ ببینید در خلال این بحث از دل بحث قطعا حقیقت در میاد وقتی که ما مجبور باشیم با هم گفتگو کنیم اما بحث بر سر اینه که دین به خصوص باز من تاکید میکنم ادیان مختلف به شکل های مختلفی تونستن خودشونو سازگار کنن با اصل مدرن اسلام نتونسته تا این کار بکنه ولی نفس گفتگو میتونه کمک کنه این به سوال خال. من, من نیست شما دارید میگید از گفتگو میتونن چیزی اگر بیاموزن. گفتگو نه. بشه کرد از... در اسلام نمیشه گفتگو کرد پس از خدا باوران به نظر شما نمیشه چیزی اگر خدا باوری قاخت با بپذیره که میتونه با این خدا ناباور گفتگو کنه یعنی اون مسئله ارتداد رو اون مسئله محدور و دم بودن اینها رو از ادبیات کنار بگذاره اون گذاشتن بسیار از فقیهان ولی ولی و در پهنه میدانی این داستان نیست این چیزی که شما میگید الان نشستیم با هم دیگه میتونیم صحبت کنیم اما در واقعیت که این حاکم نیست شما میتونید بسیار از افراد رو ببینید به خاطر همین باورها به مرگ محکوم شدن بله ولی آقای میردامادی نظرم با... بسته نیست آقای... فقط یه بب... دقی... واقعیه اینجاست و با شما یه خدا ناباور صحبت می‌کنه. از دل می چنین گفتگوهایی میشه آموخت. پس شما اگر تحت. چیزی به عنوان خدا ناباور میآموزید از گفتگو با خدا. از گفتگو اطلاع. این به معنی نیست که از خود اون خدا باور چیزی میآموزید. یعنی فکر میکنید دیالوگ کمک میکنه و البته اگر شما به داوکینز باشید ریشاد داوکینز باشید میگه دیالوگ کمک میکنه ما میاموزیم به این دلیل که میتونیم قانع کنیم اون خدا باور رو که غلطه ببینید تبشیری نیست در اصراری وجود نداره که ما بقیه رو متقاعد کنیم که اینها بله. دست از باورهاشون بکشن برخلاف دینداران به خصوص ادیان تبشیری که دوست دارن تعداد بیشتری رو گسترش بدن زیر بالا پر خودشون بگیرن خدا باوران فکر میکنه چنین اتوبوس ات... 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 ریشاد داوکینز اتوبوسای لندن گرفتن خدا نیست راحت باش عقیده نیستن خدا شا آقای شما فکر میکنید خدا باوران چی میتونن بیاموزن از خدا ناباوران؟ مولوی بیت فوقلادی داره که به نظرم پاسخ پرس شما درونه میگه چطور خطاب به خداونده میگه چطور پنهان شوی از من همه تاریکی و کفرم چطور پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو تجربه خدا ناباوران در صورت عرفانی اصیل یک مرحله از تجربه عرفانیه یعنی سالک از خدا ناباوری و از تجربه خدا ناباورانه خالی نیست که در جهان جدید این و الهیات قیبت میزنن شما به شلنبرگ هم در ابتدا اشاره کردین به این اساس سالک در اون لحظات قبض در اون لحظاتی که خداوند ازش قایبه در واقع خدا ناباوره و در اینجا گفت بیا سوت دلان گرد این, این واقعا این رو میشه آموختن نام نهاد مثل این میمونه که شما به یک خدا ناباور بگی که من از تو میاموزم به این دلیل که تو ایستگاهی هستی که من ازش عبور میکنم و در نهایت به اون که خودم بهش اعتقاد دارم میرسم خیلی آموزش نیست دیگه یعنی من نمیبینم در این واقعا فروتنی یک جستجوگر حقیقت رو هستم به لحاظ پدیدار شناختی دست کم وقتی که سالک در مقامی است که خداوند از او قایبه او به لحاظ پدیددار شناختی شبیه خدا ناباوره و به این اساس میتونه از او بیاموزه اما واضح است که سالک به نظرش میاد که مقامی وجود داره که فراتر از این مقام خدا ناباورن است اما همچنان این خطر همیشه وجود داره که سالک در مقام لا اله بماند و به مقام الا الله نرسید و بله. دست کم در مقام لا اله میشه از تجارب پدیدار شناخته پدیدار شناخته خدا ناباوران اصیل آموخت چه در قالب هنر چه در مقابل فیلم در چه در مقابل موسیقی و مانند اینها خیلی کوتاه نکته ای هست شما من فکر میکنم مشکل بزرگ این استدلال اینه که باز هم اون نگاه از بالا به پایین اخلاقی وجود داره و اینکه نهایتا به خدا گفته میشه شما روزی به اون چیزی که ما الان میدونیم خواهید رسید و شما یک مرحله هستید که متوقف شدید در نهایت حقیقت پیش ماست و شما در نهایت به جای خواهید رسید که امروز ما هستیم یعنی همون اتهامی که زده میشه به کسانی چون ریچارد داکینز که اون با خدا باوران صحبت میکنه که گویی متعلق به گذشتن و منسوخ میشن شما فکر میکنید در این نگاه در این قرائت و در این گفتمان یه همچین چیزی رو من میبینم چون که خدا ناباوری رو یک مرحله ای از حالا با تعبیر عرفانی میدونند که این یک مرحله گذراست و در نهایت به اون چیزی که قبلا خدا باوره با این روی کردی که البته با این قرائت که جناب یاسر گفتند خواهید رسید در آینده ب... ب... ببینید خود... من یک بار دیگه تاکید کنم این تیف بسیار بسیار محل اشتباه میتونه بشه این طیف بزرگ بین ندانم و خدا ناباوری. خود داروین در 1879 سه سال قبل از مرگش سراحتا میگه که من در شدیدترین نوسانات روحیم هرگز آتئیست به معنی واقعی کلمه نبودم بلکه به خصوص که سنم هرچی بیشتر میشم هرچی پیرتر میشم بیشتر ندانم گرا تعبیر مناسب تریه بله. تا آتئیست این که کسی موضعی میگیره و قاعدتا با گرفتن اون موضع یه موضع دیگر رو نقد میکنه این صرفا معنی تبختور نیست تبختور موقعی است که کسی تن به گفتگو نده دیگری رو واجد قصه های کودکانه و خطرناک و مانند اینها بدونه و در عمل سعی کنه اونو حذف کنه بگه دانشکده الهیاتو رو تعطیل کنی بل. به راست محافظه کار نزدیک بشه که برن کشور اسلامی رو بخوان دموکراتیزه کنن ایناست که پشتش تبختاره ولی مادمی که گفتگو میکنیم من یک داوری دارم شما یک داوری داریم با هم گفتگو میکنیم این تبختار نیست بسیار خب به ادامه این صحبت ها رو شاید بگذاریم توی چند دقیقه پادکست و به خصوص دوست دارم نظر هر دو شرکت کننده در مورد آرای الان دوباتان که یک خدا غیر ستیزی جو هست بدونم که معتقد خیلی از نهادهای شب دینی رو خدا ناباوران هم باید داشته باشن مثلا همونجوری که دینداران میرن مسجد خدا ناباوران هم هفته ای یه بار باید دورم جمعشن توی پادکست راجب اون صحبت خواهیم کرد اما در این لحظه به آخر پرگاری نفته میرسیم ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه عرفان کسرایی و یاسر میردامدی پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه همجوری که گفتم اندکی طولانی تره و درش صحبت خودمونیه بعد از خاموش شدن دوربین ها رو میتونید بشنوید در تان... کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم قابل دریافته شب و روز بر همه شما خوش